دیدبان حقوق بشر در 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که برخی از سوء استفاده های طالبان از مردم به ویژه زنان و دختران در افغانستان جنایت علیه بشریت است. این نهاد در بیانیه گفته که طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغان از جمله محدودیت های شدید بر حقوق آزادی رفت آمد، تحصیل و کار ادامه دادند. این نهاد با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی در افغانستان تحت سلطه طالبان به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند. دیدبان حقوق بشر طالبان را مسئول بدتر شدن وضعیت در افغانستان می‌داند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان در امور افغانستان و نمایندگان شماری از کشورهای جهان از ادامه سلطه خشونتبار طالبان بر افغانستان و نقض گسترده حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان ابراز نگرانی کردند و آن را محکوم نمودند. این در حالی است که طی 2 سال اخیر به رغم نگرانی و هشدارهای نهادهای حقوق بشری جهانی، گروه طالبان همچنان بر وضع محدودیت‌ها به ویژه علیه شیعیان و زنان در افغانستان ادامه دادند. این گروه طی 2 سال اخیر بر علاوه بر آزار و اذیت و وضع محدودیت‌های مذهبی علیه شیعیان، هزاران خانواده شیعیان هزاره را از مناطق اصلیشان کوچه اجباری داده و تا درختان میوه آنان را قطع کردند. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام، روز شما بخیر. در خدمت شما هستیم. بزرگوارید. آقای دکتر، محکومیت شورای حقوق بشر سازمان ملل چه تأثیری بر جلوگیری یا کاهش نقض حقوق بشر در افغانستان خواهد داشت؟ بفرمایید. محکومیت های حقوق بشری تا اکنون چندین مورد اعلام شده و ایتالیا هم صادر شده، اما متاسفانه اینا هیچ کدام قوه اجرایی به تنهایی نداره. میشه به جهان بررسی و ثبت بقای نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده، اما عملا بیشتر برخورد سیاسی میشه با نقض حقوق بشر که در افغانستان اتفاق میفته. و شما میدونید که در افغانستان فقط نقض حقوق بشر در سطح قتل یا کشتار ساده نیست و فراتر از اون هست، یعنی در بخشی از اون ادامه نسل‌کشی مردم هزاره و شیعه است و در قسمتی جنایت علیه بشریت و همینطور جرایم جنگی مثل قمسی و همینطور مناطق دیگه مدام اتفاق میفته. اما بیشتر تصمیماتی که گرفته شده تا اکنون سیاسی بوده و همطور هم که باز شما میدونید و در اخبارها هم مدام نشر میشه، این که همه رهبران گروه طالبان که در لیست سیاه و تروریستی قرار دارند به راحتی به کشورهای مختلف سفر میکنند و هیچ ممنوعیت و محدودیت برای اونا وجود نداره و همینطور ارسال پول به طالبان وجود داره و ادامه داره و شما میدونید که در هر هفته فقط آمریکا بین 40 تا 80 میلیون دلار برای طالبان ارسال میکنه و کشورهای دیگه هم به همین شکل. و این ارسال پول به اندازه ایست که ارزش پول افغانی در حال افزایش است، با اینکه کشور فعالیت اقتصادی وجود نداره، تجار سرمایه گذاران از این کشور خارج شدن، ولی ارزش پول افغانی افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه ورود دلار به اندازه ایست که مصرف نداره. آقای دکتر، تصمیم های اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل تا چه حد الزام آور است و آیا همه کشورها با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از آن تبعیت خواهند کرد؟ از دوره که سازمان ملل متحد وارد مباحث حقوق بشری شد، یعنی در واقع از سال 1946 که کمیسیون حقوق بشر دایر شد و قرار بود که این کمیسیون نظارت و اجرا و احترام به قواعد حقوق بشر رو رصد بکنه و گزارش بده و به دلیل اینکه کارایی نداشت در سال 2006 بعد از 60 سال کار کمیسیون
اونو تبدیل به شورای حقوق بشر کردن که الان نافذه، و هدف این بود که این شورا بتونه که با بی‌طرفی و با استقلالیت و با به کار گرفتن افراد متخصص و افراد کمتر که بتونن تصمیمات سریع‌تر بگیرن، هم بر حقوق بشر نظارت بکنن و هم دفاع از حقوق بشر بکنن. و به همین دلیل این خود شورا تصمیماتش قدرت اجرایی نداره، یعنی ارزش اجرایی نداره، اما این قدرت رو داره که بر اساس همون اعلامیه سال 2006 مصوبه‌ای که در کمیته در شورای عمومی تصویب شد، اگر نقض حقوق بشر به صورت جدی و سیستماتیک در جای اتفاق بیفته، این شورا میتونه که حل مسئله رو و دفاع از حقوق بشر رو به شورای امنیت واگذار بکنه، و شورای امنیت شما میدونید که تصمیماتش قوه اجرایی داره و الزام آور است، اما متاسفانه تا اکنون این کارو نکرده. و اگر به شورای امنیت نیز ارجاع داده شود، شما میدونید که در شورای امنیت کشورها سیاست‌های متناقض با هم دارند و در اونجا هم مطمئناً با وتوی یکی از اعضا مواجه میشه و عملاً کاری پیش نمیبره. به همین دلیل میشه گفت که تصمیماتی که و اعلامیه‌هایی که در شورای حقوق بشر اتخاذ میشه قدرت اجرایی نداره و صرفاً نقش توصیه کنندگی داره و اینکه اخبار نقض حقوق بشر رو منعکس بده. بیشتر از این تا اکنون کارایی نداشته و بعد از این هم به این شکل اگر باقی بمونه نخواهد داشت. سپاسگزارم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا، با ما همراه بودند.